آنان به عنوان اعتراض خودشان را آتش زدند و تبدیل به دو گرز آتشین شدند که بر سر توطئه ملایان فرود آمدند و آن را خونسا کردند. بسیاری از شخصیت‌های فرانسوی ابراز خجالت می‌کنند و می‌گویند که فرانسه یک معذرت‌خواهی اساسی به مردم و مقاومت ایران بدهکار است. Iranienne s'enflamme en Europe. L'homme qui a été secouru voulait s'immoler par le feu hier devant l'ambassade de France à Londres. Ses jours ne sont pas en danger. Comme des dizaines d'Iraniens, il dénonce une opération menée près de Paris contre les moudjahidines du peuple, les opposants iraniens. Dans une attaque que Radio France Inter en a qu'ulasa توصیف کرد. چه بود؟ ساعت 6 بامداد روز 27 خرداد 1382 در یک لشکرکشی زمینی که در تاریخ 30 سال گذشته فرانسه بی سابقه است، 16 سرویس فرانسوی با 1380 مأمور پلیس همراه با انبوه مأموران اطلاعات، 13 خانه پناهندگان سیاسی و خانواده‌های مقاومت ایران را مورد حمله قرار می‌دهند و 165 نفر از اعضای مقاومت و مجاهدین را دستگیر می‌کنند. مرکز حمله بر روی اقامتگاه رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران در اورسوواز و سه خانه مجاور آن است. هلیکوپترها از هوا و قایق‌های مسلح از رودخانه اوواز در کنار اقامتگاه آماده بود به صحنه هستند. اقامت پدر و مادر رضایی های شهید، خانه های مادران شهیدان و پناهندگان ایرانی و همچنین محل اقامت دکتر منوچهر هزارخانی، روشنفکر برجسته ایرانی نیز در شمار همان 13 خانه مورد حمله است. هزارخانی در این زمان 69 ساله است که محل اقامتش به اتهام تروریستی، اشغال و کتابخانه آن تخریب می شود. در اقامتگاه اورسوواز در خانه دکتر صالح رجوی همه چیز تخریب می شود و چیزی سالم نمی ماند. دختر نوجوان او به اعتراض برمیخیزد که پدرش را با دستبند و چشم بسته به کجا میبرند. لحظاتی بعد دختر خردسال خود بر روی سیمانهای کف اتاق دراز کشیده و ماموری با پوتینهای خود بر روی گردن و گلوی وی فشار میآورد تا او را وادار به سکوت کنند. دختر خردسال در همین حال به پدرش دلداری میدهد که نگران وضعیت او نباشد. De la gendarmerie débarque le docteur Saleh Rajavi, frère du chef historique de l'organisation, Massoud Rajavi, et propriétaire du site d'Auvers-sur-Oise. L'homme, camouflé sous un manteau, est escorté jusqu'à la propriété, tandis que des CRS en parlent. Sur cette image, le propriétaire des lieux, Saleh Rajavi, le frère du leader de l'organisation, Massoud Rajavi. Cette nouvelle opération de police n'aurait rien donné.
دکتر صالح رجوی متخصص قلب در این زمان 67 سال است که نزدیک به 45 سال از عمر خود را در فرانسه به سر برده و دارای 7 تخصص و درجه علمی است. او برنده اولین جایزه تحقیقات علمی در زمینه استفاده از الکترونیک در بیماری‌های قلبی، دکترای تخصصی انتقال خون، متخصص بیماری‌های ریوی و سل، متخصص طب هوانوردی و فضانوردی، متخصص طب تربیت بدنی و ورزش، مسئول تدریس بالینی در دانشکده پزشکی پاریس، نویسنده رساله های تصحیح نارسایی های قلبی و برگزار کننده کنفرانس های علمی متعدد در اروپا و آسیا، از سوئد و چین و تونس تا یونان و هلند و پرتغال است. از اتاق کار و کتابخانه تا وان حمام و تأسیسات آب و برق همه جا تخریب شدند. در زیر استخر هم یک حفاری اساسی صورت می‌گیرد تا شاید انواع سلاح پیدا شود. اصلا معلوم نیست که مامورین چرا به جای در از دیوار وارد می‌شوند و چرا درها را یکی پس از دیگری با انفجارات پیاپی در هم می‌شکنند. در پاسخان و خبرنگارانی که از قبل توسط طراحان حمله مطلع و توجیه شدند به خوبی نشان می‌دهد که صحنه‌های فیلم برداری شده باید در جایی مورد مصرف و معامله سیاسی باشد. اما در داخل اقامتگاه اورسورواز لحظاتی پس از حمله ناگهان غریب شعارهای مرگ بر حکومت آخوندی، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر خاتمی و مرگ بر رفسنجانی بالا می گیرد. آنگاه باتومها و مشت و لگد و تهدید با سلاحهای از زامن خارج شده وارد صحنه می شوند. گاه 10 یا 15 نفر به ضرب و شتم یک مجاهد مشغولند. دستهای بسیاری از دستگیر شدگان که با بندهای سیمی و پلاستیکی محکم از پشت بسته شده است، تا ماها درد دارد یا بی‌حس است و آثار زخم است. اهالی محل و همسایگان در شگفتند که چرا بعد از 22 سال به ناگهان بالاترین و بزرگترین مرکز تروریستی اروپا و فرانسه در کنار آنها کشف شده است و چرا تا به حال هیچ خبری از اینکه بالاترین ستاد عملیاتی در کنار آنهاست نبود. مدارک شخصی، اسناد آرشیو و کتابخانه، مدارک پزشکی، اسناد قانونی، کامپیوترها و دفاتر یادداشت شخصی و چک و پول نقد ضبط می شود یا به یغما می رود. مراسم بازرسی و تفتیش و ضرب و شتم در داخل اقامتگاه 17 ساعت به طول می انجامد، دقیقاً از 6 بامداد تا 11 شب. سگ‌های آموزش دیده، آخرین دستگاه‌ها و تجهیزات ردیابی و اکیپ‌های مختلف ماموران تخصصی که سانتی‌متر به سانتی‌متر اقامتگاه را چک و بازدید و تخریب می‌کنند،
از همه جا عکس و فیلم میگیرند. 17 ساعت به کار مشغولند. دار متراژ تک تک اتاق ها و راهروها و سقف ها و کف ها اندازه گیری و ثبت می شود و سپس همه جا سانتی متر به سانتی متر چک و بازرسی می شود و بسیاری نقاط نیز با ویل و کلنگ و دیلم و هیلتی تخریب می شود.